ویدیو یه نسخه یه دوبله یه خود سریال رو پس از پخش از شبکه های ماهوارهی میتونید از کانال تلگرامی مشکی که لینکش رو در بخش توضیحات ویدیو گذاشتیم تماشا کنید. سلام این پاورقی قسمت 120 زبان اصلی سریال سیب ممنوع است همزمان با پخشش در ترکیه. فیزا به یلدیز میگه برای سر زدن به چاتای به خاطر نیامدنش به شرکت به اونجا اومده بود بعد خود حافظی میکنه و میره یلدیز با کومرو بحث میکنه و کومرو به خاطر اینکه یلدیز با وجود خیانتی که دیده همچنان به خونه یه چاتای اومده بهش تنه میزنه و میره یلدیز به خاطر تماس زن ناشناس و شرط گرفتن هزانات حالش جان با چاتای بحث میکنه چاتای تعجب میکنه و میگه چنین کاری نکرده یلدیز حرف اونو باور نمیکنه و میره اندر توی اتاقش توی شرکت با هرس به جنر در مورد تموم شدن رابطه یاتفیش با دوان توضیح میده. اون میگه باید هر طور شده خودش رو مقابل دوان زنی ساده نشون بده و کاری کنه که آرزو رو جلوی دوان خراب کنه. دوان با دنیز زنی که کارمند بیمارستان بود تماس میگیره و در مورد یلدیز از اون میپرسه دنیز میگه یلدیز به بیمارستان اومده بود و در لباس پزشکی مشغول تحقیق در مورد کومرو بود دوان از دنیز میخواد که در صورت اومدن دوباره یلدیز به اون خبر بده بود. دوان با یلدیز تماس میگیره و میخواد اونو ببینه اونا برای شب توی کافه قرار میذارن فیزا به خونه برمیگرده و به پرستار اطلس میگه قصدش حقیقت رو به چاتای بگه. پرستار یادآوری میکنه که اون قرار بود هرگز چیزی به چاتای نگه. فیزا میگه حالا شرایط فرق کرده و چاتای در آستانه طلاقه. پرستار میگه اگه چاتای همه چیزو بفهمه اونو نمیبخشه. فیزا به فکر فرو میره. شب یلدیز پیش دوان میره دوان به اون میگه که در مورد تحقیق یلدیز توی بیمارستان باخبر شده اون تعریف میکنه چند سال قبل کمرو تصادف بدی کرده و چند ماه در کما بوده و بعد از اون هم به خاطر آثار تصادف تحت نظر پزشک بوده دوان خودش رو در تصادف کومرو مقصر میدونسته و برای اینکه این موضوع به فراموشی سپرده بشه پرونده ها رو مخفی کرده تا کسی متوجه نشه. یلدیز از صحبت های دوان متوجه جدا شدن اونو اندر میشه. یلدی چیزی نمیگه با از اونجا میره. توی خونه یلدی حرفای دوان رو به آسمان میگه اون نسبت به حرفای دوان مشکوکه و میگه شاید به خاطر منافع کمرو دروغ میگه. عمر با یکی از دوستای دخترش به کلاب میره کم رو عمر رو میبینه و پیش اون میره و از اون برای فردا شب دعوت میکنه دوست عمر دلخور میشه و از اونجا میره روز بعد جلسه یه دادگاه طلاق یلدیز و چاتای برگزار میشه وکیل یلدیز ادعای خیانت چاتای رو مطرح میکنه و قاضی در این مورد از چاتای سوال میکنه و چاتای اینو انکار میکنه قاضی از یلدیز مدرک میخواد از اونجایی که یلدیز مدرکی نداره قاضی حکم رو به جلسه بعدی موکول میکنه یلدیز از اینکه چاتای چنین کاری کرده به شدت عصبانی میشه چاتای میگه برای نگهداشتن زندگیش تلاش میکنه و قصد طلاق نداره توی جلسه شرکت داره میگه فردی به نام سامیون در قصد خرید سهام شرکت رو داشته. دوان میگه با این شخص از زمان قدیم خصومت داره و اندر در این مورد کنجکاو میشه. چاتای به شرکت میره، فیزا هم پیشش میره و وقتی نتیجه دادگاه رو میفهمه سعی چاتای رو از برگشتن پیش یلدیز منصرف کنه. اندر که حد میزنه آرزو برای یه نقشه ای داره از جانر میخواد توی اتاق دوربین بذاره اندر از شرکت بیرون میاد و آرزو که تصمیم داره اونو زیر نظر بگیره یکی از کارکنان شرکت رو اجیر کرده و پنهانی اونو به اتاق اندر میفرسته تا اطلاعات به دست بیاره اندر از طریق دوربین متوجه میشه عمر به خونه یک کومرو میره دوست کومرو که عمر رو دوست داره به خاطر عمر به اونجا اومده و هیجان زده است کومرو مدام در حال صحبت با عمره و دوستش از اینکه کومرو به اون اهمیت نمیده دلخور میشه و از اونجا میره وقتی دوان به خونه میاد از دیدن عمر تعجب میکنه بعد از رفتن عمر دوان کومرو رو نصیحت میکنه که مراقب ارتباطاتش با دیگران باشه و میگه بهتره به عمر نزدیک نشه اون بعد در مورد نتیجه دادگاه چاتای به کومرو میگه کومرو عصبانی میشه و از پدرش میخواد بهش یادآوری نکنه که چاتای اونو دوست نداره بعد به اتاقش میره یلدیز با امیر تماس میگیره و از اون میخواد که گوشی کومرو رو به دست بیاره چون توی اون ی کومرو و چاتایی هست که برای دادگاه به دردش میخوره امیر از عمر میخواد به خاطر ارتباطش با کومرو این کارو انجام بده عمر این رو قبول نمیکنه روز بعد کمرو به رستوران میاد و امیر و جانر با یه دوای ساختگی حواس عمر و کمرو رو پرت میکنن و امیر گوشی رو برمیداره اون عکسی پیدا نمیکنه و موضوع رو به یلدیز میگه یلدیز هم عصبانی میشه اندر به هم دست آدرس قرار خودش با سامیون در رو توی دفتر کارش مینویسه و از اتاق میره کارمند جاسوس آرزو داخل اتاق اندر میره و در مورد قرار اندر به آرزو خبر میده اون بعد پیش دوان میره و بهش میگه اندر از افراد سامیون داره و برای اون کار میکنه اون میگه شب دوان رو به محل ملاقات اونا میبره تا با چشم خودش همه چیز رو ببینه شب وقتی دوان و آرزو به آدرس مورد نظر میرن وارد ساختمونی میشن که اونجا اندر در حال بازی و عکس گرفتن با کودکان بی‌سرپرسته اونا جا میخورن و اندر با پوزخندی به آرزو نگاه میکنه روز بعد جلسه یه دوم دادگاه طلاق یلدیز و چاتایی قاضی دوباره در مورد خیانت سوال میکنه و چاتایی هم انکار میکنه قاضی از یلدیز مدرک میخواد وکیل یلدیز خبر میده اونا یه شاهد موثق دارن یلدیز تعجب میکنه و وکیل به اون میگه لحظه یه آخر شاهد رو پیدا کرده همون لحظه در باز میشه و رو وارد میشه چاتایی و یلدیز با دیدن کمرو غافلگیر میشن ممنون از اینکه با من همراه بودید